روزی به مختار و سلطنه اطلاع دادند که نرخ ماست در تهران خیلی گران شده است. مختار و سلطنه دستور داد که کسی حق ندارد ماست را گران بفروشد. چون چندی بدین منوال گذشت برای اطمینان خاطر با قیافه ناشناخته به یکی از دکانهای لبنیات فروشی رفت. و مقداری ماست خواست ماست فروش که مختار و سلطنه را نشناخته بود پرسید چه جور ماستی میخواهی؟ ماست معمولی یا ماست مختار و سلطنه؟ مختار و سلطنه با حیرت و شگفتی از ترکیب و خاصیت این دونو ماست پرسید ماست فروش گفت ماست معمولی همان ماستی است که از شیر میگیرند و بدون آنکه آب داخلش کنند تا قبل از حکومت مختار و سلطنه با هر قیمتی که دلمان میخواست میفروختیم اما ماست مختار و سلطنه همین تغار دوغ است که در جلوی دکان و مقابل چشم شما قرار دارد و از یک سلس ماست و دو سلس آب ترکیب شده است از آنجایی که این ماست را به نرخ مختار و سلطنه می فروشیم به ماست مختار و سلطنه لقب دادیم حالا از کدام ماست می خواهی؟ این یا آن؟ مختار و سلطنه دستور داد ماست فروش را جلوی دکانش به طور وارونه آویزان کرده بند تنبانش را محکم بستند سپس تقار دوغ را از بالا داخل دلنگه شلوارش سرازیر کردند و شلوار را از بالا به مچ پاهایش بستند بعد از آنکه فرمانش اجرا شد رو به ماست فروش کرد و گفت آنقدر باید به این شکل آویزان باشی تا تمام آبهایی که داخل این ماست کردی از شلوارت خارج شود تا دیگر جرأت نکنی آب را داخل ماست بکنی چون سایر لبنیات فروش ها از این جریان با خبر شدند همه ماست ها را کیسه کردند تا آبهایی که داخلش کرده بودند خارج شود و مثل همکارشان گرفتار نشوند.